خوش آمدید دوستو. پس به برنامه دلم بود که با یک شعر پس از وقفه را برنامه را آغاز کنیم، تا که او شعر خودم بود و از یادم رفت. پس شعر نگاه سیب دارد اومد فرش که ندارم بخری او مال نیست، او مال نیست، امون او مال نداریم. خب نگاه سیب، در مورد تقدیرنامه هایتان هستی جا، در مورد ازی میخواییم بپرسم کتاب هایتان چند کتاب دارین فعلا؟ کدامش در بازار؟ تا حالا تو کتاب در بازار ندادیم ایچ بیرون، اما یک کتابی که یک فصلش هم نوشته کردیم، نمیخواییم هم چندین فصل داشته باشه، یک کتاب بزرگ باشه، یک کتاب باشه کم باشه ولی پرمفهوم باشه، پیام داشته باشه، معنا داشته باشه، یک آدم بخونه، یک آدم بخونه بفهمه که گپ چیست، قدر دور دراز نره دیگه، باز از اینجا یک نظر بیارید او بیان کنی، باز یک توی دیگر دو من یک مطلبش از این کتاب جزت بخونم کمی کوتاه. کتاب خدای همه یکیست، دین و خدا، دین و اخلاق، کمی بس یک جایش هم میخوانم از کتاب. دین و اخلاق به هم پیوستن، اخلاق برای دین مثل روح است برای تن، و دین بدون اخلاق مانند اسکلت انسان‌هایی است که در لابراتوارها برای آزمایش گذاشتن. همچنان معتقدم که هیچ دین بدون اخلاق واقعیت نداره، دروغ است. یعنی هر شخص دیندارم که بخواهد دیندار باشه باید اخلاق داشته باشه، بدون اخلاق و دیندار نیست. و محض این که روح دین رو از دست بدهیم دیگر شخص دیندار نخواهیم بود. این ظاهر، این کارهایی که ظاهری میکنی، اینا دیگه مثلا خود بازی میتیم. بله بله، واقعیت. خب منتظر از این کتاب هستیم بخیر. اگر باز ماش گرفته بودیم خب میخریم، اگر نمود باز یک توفه میده. خود در مورد از این تقدیرنامه هایی یک تاش خب تصدیقنامه پنتون است. خب خب خب. که از رشته حقوق فارغ شدیم. نام خدا. یکی از دانشگاه های خصوصی کابل. نام باز اینیاش که هست باش که نشان بدیم. این یک تا عکس بسیار جالب بود بر خودم، بر خودم بسیار خاطره زیبا داشت. این اگر در کامرا میشه بگیرن، این عکس کی عکس یک کیک گلزده است، یک کیک گلزده که بر ما دخترای افغان گرفته بودن، تجلیل کرده بودن، نمیفهم چه روزی بوده، تقریبا شاید 5 سال پیش بود یا 6 سال پیش، در روی این نوشته است که محمد شریف نگاه چادر ناموس افغان. چادر ناموس ما ایره به خاطر از این پیش خود نگاه کردیم که ما واقعا با تمام وجود خود سعی تلاش کنیم که ما چادر ناموس افغان باید باشم دیگه. تو خیخوا روی ورق است، روی عکس است، بالکل واقعیت. و یک خاطری بسیار زیبا برام دوجه باز ما دلم بود دیگه یک شوخی کنم امروز نگاه سیما گفتم این افغان چند تا دختر داشت؟ چادر ناموس افغان خیلی بودن. نه نه گفتی دخترای افغان. دختران افغان، بله، از افغانستان، دخترای افغانستان از هر جایی که آمده بودن. نه، اینی تحسین نامه است که در مکتب برام دادن. در دورانی که 15 دقیقه روزانه برام وقت میدادن که من سخنرانی بکنم. نام خدا. 2 سال بعد در سر فایل 15 دقیقه روز سخنرانی میکردم. الا روزایی که نمیتونستم. بله. اینی بود از کمیته فرهنگی مکتب بود که برام این تقدیرنامه را دادن. اینی تقدیرنامه را خود مدیر مکتب برام در وقت آخر مکتب که از مکتب بله. فارغ می‌شدیم به خاطر کارهایی که در مکتب کار کردایی که داشتم تحصیل کردم. اینی یک تا خوش میکنم. این تقدیرنامه را و تقدیر از مدارس است که ایجاد کردیم. بله. باز خود امو معلمین مکتب امو مدرسه یک تقدیرنامه در نظر گرفتم که نه خوشبختانه که مدیر مکتب به شما تقدیرنامه میده. استاد مکتب در روز اول چه رقم بود و وقتی که فارغ شدیم با کدام درجه بودیم؟ خب خیر، این خودش یک درس است. هم هر رقم هدف بلند داشته باشی خدا کمکت کنه، حتما برش میرسی که از خدای خود بخوایی. بالکل مم نگاسه سربخش زود بگو پرسان میکنم زود زود جواب میتین درست است؟ و ایتونیم که بگوی تیر شو از این سوال خب از او رقم شام نیست جواب بگوی. اگر قرار باشه که نقاب بپوشی از کی را میپوشی؟
نقابت نمی پوشم. نمی نقاب پوشم. مجبور استی. اگه قرار باشه که بپوشی. نقاب یکی از سیاسی ها رای. هر کس چرای هنری فرنگی. هر کس که از افغانستان دوست داری. از کی را می پوشیدی؟ نقاب نیسن مندلا. نقاب ماتما گاندی. از سیاست مدارا گفتین دیگه خب. بشک. اگر باز شخصیت های دیگر هم میبینین باز خیلی کسای دیگه بود. مثلا در دین اسلام خیلی رشد داشتن. میگفتم نقاب اونا را. مثلا نقاب حضرت علی. نقاب ابوبکر صدیق. بله فکر کردی بزرگ فکر کو. بله. قربانتون. زود بگوین با من. خب. اسمتون در خانه. شریف. شریف. خب. برزی که سر دخترا رفتین. سبحان الله. خب سبحان الله بود. سبحان الله. خب. استغفر الله. خب نه سبحان الله را بود. میگفتین یا لرفته ایل از این خاطر گفتین؟ یک گفتین یک سید برمه هاتون بسیار جالب. یک بسیار توفه گرفته باشه تقدیر نامه از طرف دخترها که چادر ناموس افغان چی تو میتونه که اون به مدلک میتازه؟ او رقم پرزم نداله ما هم کار استیم. پرزا شوخ طبیعتی را برای شما میگم مثال کسی هست کل پرزا رو یک طرف نمیره. شوخی ما باز او رقمی نیست مثلا شوخی بیشتر با مردم خودمانی اگر حرفم میزنم کوش میکنم حرفم هر حرکت یک پیام خوب داشته باشه. بله. خب خیر بسیار خوب. عاشق شدین؟ استاد کائنات که این کارخانه ساخت منظور عشق بود. جهان را بهانه ساخت. خب یعنی ها گرفته در نام خدا. شکست خوردین؟ شکست نخوردیم. خب موفق شدین؟ ناکام شدین؟ ناکام هم نشدیم. خب تکیه کلام دارین؟ تکیه کلام یک مدت در رسانه تکیه کلام داشتم. چی بود؟ که تقریبا دو سال هم دوام کرد. باز بالاخره که او تکیه کلام خود به خود دور شد. اگرچه شنونده خوششان هم می آمد از تکیه کلام. چی بود؟ نگو. نگو. لباس شویی کردین در خانه؟ بله. خیر ببینین. لط خوردین در خانه؟ در خانه نخوردیم. آله آله رو بگو در این وقت. نه 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 در این وقت نه در کودکی. یکی از زیبایی هایی که در خانه ما بوده خوشبختانه ای نمی بود که ما هیچ لط نخوردیم. خب. یعنی شاید از ما خوبی دیگه... چارت پیدی سر ماست. لط کوب در خانه ما نبود. هر روز که میایی هر روز. چرا از این آوردی؟ چپیش کو. چرا از ما را باز قضش از خود ما خود بیرون رو نگرفتن. لط خوردیم در بیرون در خانه هم لط بخوریم دو دامه. از ما چی جور بشد؟ اسم فرزندتون؟ انزلنا. انزلنا. خب کسی را از خود رنجاندی؟ نهایت سعی تلاش خودم میکنم نرنجانم، اما اگر هر کسی را رنجاندیم از امیجا معذرت میخوایم. تو کدام ویژگی داری که باید سرش افتخار میکنی؟ وقتی که همراه خدا میباشم حس میکنم خدا در اطراف دور و بر وجودم فرا گرفته. قربانت. یک شعر دیگه هم میخونین؟ یک شعر عاشقانه بخونین دارین؟ روز محشر عاشقان را با قیامت کار نیست. کار عاشق جز تماشای وصال یار نیست. از سر کویش اگر سوی بهشتم میبرن نروم آنجا که وعده دیدار نیست. بشکر. بریم خیر یک وقفه بگیریم. بفرم. کوزا موند، کل سوالا موند، سه جواب موند. خو خیر. چطور کنیم؟ وقت برنامه را زیاد بریم دوست عزیز وقفه پس برمیگرم.